با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی، داریم با جاذبه های دیدنی کشورمون ایران آشنا میشیم. ما در استان خراسان رضوی هستیم. ایستگاهی که در اون توقف کردیم شهر زیبای قدمگاه هست. قدمگاه یک شهر زیارتیه و قاعدتاً کسانی که به مشهد مقدس مشرف میشن یه توقفی در اینجا دارن، میان زیارت و جایی که به قدمگاه معروف هست و ورود امام رضا علیه السلام و فضای بسیار زیارتی و معنوی، کلی در واقع بهره میبرن و بعد هم حرکت میکنن به سمت مشهد الرضا و زیارت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، یا در راه برگشت به تهران هم همین اتفاق میتونه رقم بخوره. همراه و همسفر من در این سفر جناب آقای شورنی عزیز حسن، مهندس شورنی، شهردار خوب قدمگاه. تا دقیقا بگم قدمگاه در کجا هست و چه وضعیتی داره. این شما بینندگان همسفر بفرمایید. به نام خدا، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت همه بینندگان برنامه همسفر. خب شهر قدمگاه رضوی خب مرکز شهرستان زبرخان واقع شده. خود شهرستان زبرخان از 4 شهر بسیار بزرگ و جذاب تشکیل شده. شهر قدمگاه، شهر خرب، شهر اسحاق آباد و شهر درود که با مرکزیت شهر قدمگاه هستش. شهر قدمگاه رضوی شاهراه مواصلاتی بین تهران و مشهد هستش. بله. در فاصله 25 کیلومتری از نیشابور و 90 کیلومتری به مشهد. درست، بسیار عالی. بعد بگم که دقیقاً با شروع عید و سال جدید هوا بهاری، باران و حس خوب رو داریم تجربه میکنیم. بله. آب و هوای قدمگاه به چه شکلی، چه جوریه؟ بله. جدا از جذابیت‌های فرهنگی و تاریخی شهر قدمگاه رضوی، خب اینجا از نظر کشاورزی و از نظر آب و هوایی خیلی منحصر به فرد هست. جمعیت شهرتون چند نفر، شغل مردم چیه؟ بله، جمعیت ثابت این شهر حدود 6 تا 7 هزار نفر هست و شغل ثابتشون حدودا کشاورزی هست. کشاورزی دامپروری. بله بله. بسیار عالی. زمین‌های حاصلخیز اینجا داره و قاعدتاً جزء شهرهای هستش که از نظر کشاورزی هم کلی حرف برای گفتن داره. بله. خب در بخش بعدی ما قراره از وجه تصمیه قدمگاه بپرسیم، تاریخ و تمدن اینجا رو مرور کنیم و جاذبه های تاریخی که در شهر زیبای قدمگاه است. همراهی ما را از دست ندین، همسفر ما باشید. همونطور که گفتیم در شهر زیارتی قدمگاه هستیم و داریم این شهر رو بهتون معرفی میکنیم تا شما از آنی که
مسیرتون و مقصدتون زیارت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هست، حتما در این شهر توقف کنید، جاذبه‌های تاریخی و دیدنی و گردشگریش رو ببینید. اما همسفر من در این قسمت جناب آقای قدمگاهی عزیز هستن، رئیس شورای محترم اسلامی شهر قدمگاه، تا برامون بگن قدمگاه چه تاریخ و تمدنی داره. شما بینندگان همسفر بفرمایید. به نام خدا عرض سلام دارم خدمت بینندگان محترم برنامه همسفر. سابقه تاریخی قدمگاه رضوی به قرن 4 و 5 هجری قمری برمیگردد. قبل از ورود آقا علی ابن موسی رضا به این شهر، این قریه چندین نام داشته، از جمله ده سرخ و اسپریس و یکی از مکانهای مهم زرتشتیان بوده. حتی آتشکده‌ای در این مکان وجود داشته در محل قلعه کهنه فعلی. بعد از حضور آقا علی ابن موسی رضا و قصد آقا علی ابن موسی رضا که قصد عزیمت از مدینه به مرو را داشتند، امام هشتم در اینجا توقفی به نیت اقامه نماز می نمایند. آبی وجود نداشته. به یمن قدوم متبرک آقا علی ابن موسی رضا در این مکان چشمه جاری و ساری می گردد و از آن زمان این مکان به نام قدمگاه رضوی مشهور گردیده است. هنوز اون چشمه پابرجاست. بله، کماکان این چشمه جاری و ساری است و مردم از آب این چشمه به عنوان تبرک استفاده میکنن و حتی زائرین خارجی. برای همین هم دیگه از اون زمان به اینجا قدمگاه گفته میشه و مشهور به قدمگاه رضوی شده. درسته، بسیار هم عالی. آب و هوای خوبی هم داری. شانس ما قشنگ هوا ابری بارانی و باید بگم یکم سرد. اصلا من غافلگیر شدم. در مورد چهار فصل بودن قدمگاه برامون میگین که از بهار تا زمستان چه شرایطی داره؟ قدمگاه رضوی دارای آب و هوای منحصر به فردی هست. نه. علاوه بر اون جاذبه های تفریحی و گردشگری، همین آب و هوای منحصر به فردش باعث میشه که زائرین و توریست های زیادی به این منطقه عزیمت نمایند، که الحمدلله اینجا همیشه همینطوری است. قنوات بسیار پر آب و چشمه های بسیار زیادی این منطقه دارد. جاذبه‌های تاریخیتون به جز زیارتگاه در واقع قدمگاه چه جاذبه‌های تاریخی دیگه‌ای دارین؟ عرضم به حضور شما جاذبه‌های تاریخی بسیار زیادی در شهر قدمگاه هست. یکی از اون جاذبه‌های تاریخی مذهبیش که خود بقعه متبرک قدمگاه رضوی هست، چشمه حضرت هست، کاروانسرای شاه عباسی هستش. خدمت شما عرض کنم حوض انبار قدیمی هست، مال همون زمان هم آبانبار معروف. بله، آبانبار معروف. حمام چند صد ساله‌ای که در شهر قدمگاه هست. برج‌های بسیار قدیمی در محله گلستان که از آن در زمان‌های قدیم به عنوان دژ از آنها استفاده می‌شده که کماکان این آثار هنوز هست. درسته. کاروانسرای شاه عباسی همون در واقع مرتبط میشه به دوران صفویه. بله بله. و در واقع اینجا یه شهر فکر کنم از همون ابتدا اصلا یه جایی بوده که برای توقف مسافر و گردشگرا بوده. درسته. بله. قدمگاه رضوی در مسیر جاده مواصلاتی بین شرق و غرب واقع شده است. مرقد آقا علی ابن موسی رضا و به سمت تهران. به همین منظور کاروان‌هایی که در این مسیر
طی طریق می نمودن در اینجا توقف و استراحت می نمودن. به خاطر همون شاه عباس صفوی در اون زمان این کاروانسرا را به این منظور بنا نمودن. درسته. قاعدتا وقتی شهر سرسبز باشه، آب و هوای خوبی داشته باشه، خاک حاصلخیزی هم داره. محصولات کشاورزی شما چیا هستش؟ الحمدلله نه تنها قدمگاه رضوی بلکه شهرستان زبرخان درسته. دارای آب و هوای منحصر به فرد، شهرستانی بسیار غنی می باشد در تمام زمینها، در باد اقتصادی، در باد زائرپذیری. ما به یمن قدوم متبرک آقا علی ابن موسی رضا سالانه بین 6 تا 7 میلیون زائر به قدمگاه رضوی عزیمت می نمایند. برداشت بیش از 30 نوع ارز خارجی از داخل ذریح بقعه بیانگر این است که اتباع خارجی زیادی به این شهر عزیمت می‌نمایند. حداقل 30 کشور. بله 30 کشور و این نشانگر جهانی بودن شهر قدمگاه رضوی است. درسته. و در بحث محصولات باقی الحمدلله قطب کشاورزی استان خراسان، قطب کشاورزی استان خراسان می باشد. خدا را شاکریم که در تمام زمینه ها قدمگاه رضوی و شهرستان زبرخان سرآمد است و نگینی هست در مسیر جاده تهران به مشهد مقدس. خیلی ممنون از توضیحاتتون. یادمه که تقریبا 2-3 سال قبل هم ما به این شهر زیبا سفر کردیم، به یکی از کارگاه‌های قالی بافی در روستای یوسف آباد. بله، درسته. بله، در روستای یوسف آباد سری زدیم. می‌خوایم در این بخش تجدید خاطره کنیم، اون قسمت رو تقدیم نگاه مهربانتون کنیم و صحبت‌های پایانی رو با شهردار به هر حال داشته باشیم. پس همراهی ما رو از دست ندین، همسفر ما باشین. سلام به بینندگان همسفر، من جوریانم، از نیشابور میام به شرکت یوسف آباد برای قالی بافی. بله، اینجا دقیقا کجاست؟ اینجا روستای یوسف آباد از توابع قدمگاه. قدمگاه. بعد شما هر روز صبح از نیشابور میان اینجا چه ساعتی تا چه ساعتی؟ هر روز ساعت 6 تا 4 بعد از ظهر. بعد به چه کاری مشغول کارتون توضیح میدین؟ بافندگی دیگه، قالی بافی. قالی بافی. طرح خاصی نداره این قالی که دارین بافین، درسته؟ درسته. این طرح میگن کامپیوتریه دیگه، هر وقت یک مدلی میبافیم. یه سری قالی سنتی قدیمی میبافیم، الان هم که کامپیوتریه. بله. نقشش دو رنگه؟ این دو رنگه، درست. فقط دو رنگ استفاده میشه توی بافندگی، درسته؟ بله، سه رنگ هم هست، ابریشم هم داره. سه رنگ ابریشم هم قاطیش داره. قاطی داره. بعد کلن مسیری که من دارم میبینم نزدیک 30-40 نفر دارن کار میکنن دیگه، درست. همه یه طرح رو دارین میبافین یا نه فرق داره؟ نه، هر کسی یک مدلی میبافه. قالی بافی رو از کی یاد گرفتین شما؟ من از قدیم و از 9 سالگی شروع به بافت کردم. مادرتون هم قالی میبافتن؟ نه. خب از کی یاد گرفتین؟ از یکی از همسایه همون. از همسایه ها. بعد الان بچه هاتون بلدن قالی بافی؟ نه، بلد نیستن. بعد خودتون یاد گرفتین و خودتون نخواستنم یاد بگیرن؟ نه، دوست ندارم قالی بافی، تحصیل کردن و درس میخونن. قالی بافی سخته یا راحت؟ کار خوبیه، برای خانوم ها خیلی خوبه. خوبه؟ آره. ولی سخته. دیگر سخت که هست دیگه، نمیشه بگه کار آسونیه، تفریحی نیست، کار سختی. بعد دستمزدتون به چه شکلیه؟ دستمزد دانه‌ایه، اگه ما 12,000 ببافیم امروز 50,000 تومان درآمد داریم. 12,000 در یک روز؟ آره. خیلیه 12,000 گره. خب میبافن. میبافن؟ آره. بعد خونه ای بهش میگین یا رج؟ رجی میگیم.
رج. رج. یعنی یک رج چند خونه؟ یک رج الان تقریبا 720 تا دونه است. آها 720. 10 رجش میشه 7000 تا تازه. آره آره. درسته؟ آره. 10 رج 7000 تا، شما بعد 20 رج بگفتی میشه 14. 14. تقریبا میشه گفتش که 60-70 تومانی میفته. انشالله که نه، منظورم اینه که در یک بار سی رج ببافیم. نمیتونیم سی رج. سه رج. هجده رج. هفته. بله. آره از اون دور میگن هفته هجده رج. دوازده آره. خونه. بله. و چند متری قالی که بافین؟ دو در سه. شیش متر. آره. بزرگترین قالی که بافتی چند متری بوده؟ 6000 متری بود دیگه. 6000 متر. آره دم. تو همین شرکت. همینجا بافتی. تنها نبودیم دیگه، 300-400 نفر توی همین شرکت میبافتیم. خودتون تو منزل از قالی دستباف استفاده میکنی؟ نه. چرا؟ ولی برای دخترم بافتم. خودتون بافتین؟ آره. همونطور که گفتم در شهر زیارتی و زیبای قدمگاه هستمون، هم در یک روز بهاری و بارانی رحمت الهی داره نازل میشه و حسابی حس خوب بهاری رو داریم درک میکنیم. جاتون خالیه، امیدواریم که با رعایت پروتکل های بهداشتی هرچه سریعتر بیاین و از جاذبه های تاریخی دیدن این شهر دیدن کنین. آقای شهردار، برای بینندگان ما توضیح بدین که توی شهر شما هتل، موتل یا بومگردی هست که اقامتی داشته باشن بینندگان و در واقع توریست ها و گردشگری که میان اینجا، و آیا شورا و شهرداری برنامه‌ای دارن برای سرمایه گذاری تو این زمینه؟ با توجه به جذابیت های گردشگری و مذهبی که گفتم خدمتون، ما در حال مذاکره با سرمایه گذاران هستیم انشالله، و طرح‌های گردشگری هم در حال مطالعه و بررسی هستش و انشالله در سال آتی ما با توجه به جذب سرمایه گذاری داشتیم انشالله سرمایه گذار انشالله جذب در سال میکنیم. جاری دیگه بعد درسته. در سال جاری انشالله. بله. و خدمت الان نداریم؟ فعلا نداریم. آها درسته. ولی به ایجاد فضاهای بومیگردی، هتل، اینا انشالله جز برنامهاتون. بله هست. بله. فرش قرمز برای سرمایه گذارا پهنه. بله بله همینطور هست.
قاعدتا توریست گردشگر و کسی که به شهری سفر میکنه قرار از اون شهر بره سوغاتی رو به عنوان یادگار با خودش میبره شهر قدمگاه. چه سوغاتی داره؟ عزم به خدمتتون که آلو، گردو، بادام، زعفران و خشکبار و همچنین صنایع دستی مثل گلیم و فرش و صنایع وابسته به این محصول. جز صنایع دستی اصلا من همیشه اشاره کردم وقتی به شهر میرین بهترین گزینه که سر اون صنایع دستی رو با خودتون یادگاری ببرین و یه حس بسیار خوب رو تجربه بکنین. و اما صحبت پایانی شما بینندگان همسفر. من از تمامی بینندگان برنامه همسفر دعوت میکنم که از جذابیت‌های گردشگری و مذهبی این شهر دیدن بکنن و انشالله ما بتونیم میزبان خیلی خوبی برای این زائرین و مسافرین باشیم. انشالله. خیلی ممنون، تشکر از دعوتتون از برنامه همسفر. امیدواریم که به هر حال این سفرهایی که انجام میدیم برای شناخت کشور پهناور ایران بتونه در واقع اون مطلبی که مفید هست برای شما بینندگان عزیز داشته باشه و ما بتونیم به بهترین نحو ممکن شهرهای زیبای ایران رو بهتون معرفی کنیم. به هر حال ما فصل هفتم برنامه همسفر رو آغاز کردیم در سال جدید و امیدواریم که بتونیم راه همواری رو داشته باشیم برای شناخت کشورمون ایران و شما بینندگان عزیز هم ما رو حتما همراهی کنین در این سفر. و قاعدتا اگه همراهی شما عزیزان بیننده نباشه ما نمیتونیم جاذبه های دیدنی و گردشگری کشور رو به این خوبی روایت بکنیم. ما رو در فضای مجازی هم سفر نقطه تیوی حتما پیگیری کنید. انتقاد، پیشنهاد و حتی اگه دعوتی دارین از همین طریق میتونید ما رو مطلع کنین. تا برنامه دیگه و موضوع دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خداوند مهربان یار و نگهدارتون.